توی یه ماه گذشته چطوری میتونستیم بیشترین سود رو از بیت کوین بگیریم و چقدر؟ درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من معین صادقیان هستم همونطوری که میدونید و توی کانالم راجع به سرمایه گذاری آموزش هایی بهتون میدم، سرمایه گذاری و کسب و کار بهتون آموزش میدم. خود من هم معاملاتی توی بازار انجام میدم که معاملات لایوم رو توی اینستاگرام براتون استوری میکنم و حالا همون موقعی که معامله رو باز میکنیم استوری میکنیم، بعد هم معامله رو بستیم هم بهتون خبر میدیم که چقدر سود تونستیم بکنیم. اینو به عنوان مقدمه بهتون گفتم، میتونید برید توی اینستاگرام هایلایت خرید لپتاپ رو هم ببینید. من توی 5 هفته تونستم سرمایه کافی برای خرید لپتاپ مورد نظرم رو آماده بکنم، که البته هنوز لپتاپ تو این لحظه که دارم ویدیو ضبط میکنم خریداری نکردم، ولی به زودی این کار هم انجام میشه. توی این ویدیو میخوام گزارش سود بهتون بدم، ببینیم که از بیت کوین، ما از یک ماه پیش تا الان فقط هم بیت کوین رو فعلا میخوام نگاه بکنیم دیگه. اگه شما بخواید میتونیم چیزهای دیگه هم بررسی بکنیم. بیت کوین تقریبا کمترین سود رو داده بین کوین‌های مطرح بازار، ولی میخوایم ببینیم که اگه همین بیت کوین رو ما میتونستیم معامله بکنیم چقدر سود میگرفتیم. متد معاملاتیمون برای ورود به معامله توی معامله بیت کوین روی تایم فریم 30 دقیقه، روش معاملاتی من، روش معاملاتی معین، که میتونید توی وبسایت تایید بکنید یا توی اینستاگرام من پیام بدید و بچه ها راهنماییتون کنن که چطور میتونید از این روش معاملاتی استفاده بکنید. همچنین هم بهتون بگم کسایی که روش معاملاتی رو تهیه بکنن دوره معامله مطمئن، پرایس اکشن و معامله روانشناسی معاملات رو به صورت رایگان دریافت میکنن. بریم ببینیم که از یک ماه پیش تا الان چقدر میتونستیم سود از بیت کوین بگیریم. خب بریم سراغ نمودار. اینجایی که الان موسم من قرار گرفته اینجا 29/4. حالا ما گفتیم یک ماه گذشته رو، ولی میخوایم که از نقطه ورود بگیریم دیگه. اینجا یه نقطه ورود داشتیم و اینجا یه خروج بهمون داده، 6.33. من این درصدها رو حساب میکنم الان توی ماشین حساب، بعدم جمعش رو بهتون میگم، خودتون هم میتونید اینها رو با هم دیگه جمع بکنید. خب من اینو وارد بکنم، ویدیو رو هم از یه جایی به بعد میذارم روی دور توند که خسته کننده نشه. میخوام یه گزارش سود بگیم ببینیم توی یه ماه چقدر میتونستیم سود بکنیم. خب سود بعدی که به ما داده، من اینو پاکش بکنم، اینجا به ما ورود داده، تایم فریم هم گفتیم دیگه، تایم فریممون 30 دقیقه است. اینجا هم 1.40 به علاوه 1.4 به علاوه. خب ببندیم ببینیم دیگه کجا به ما ورود داده. اینجا به همون ورود داده تا اینجا 1.61 به علاوه. اینو من پاکش بکنم برم جلوتر ببینم که دیگه کجا سیگنال خرید به من داده. یه دونه هم اینجا اینو فکر کنم گرفتیم، ما یادم نیست، حالا اینو اصلا صرف نظر میکنم. دیگه سیگنال بعدی اینجا دقیق بهمون داده تا اینجا، ببینیم این چقدره. از اینجا تا اینجا هم گرفتیم 1.93. دیگه سیگنال ورود بعدی رو اینجا بهمون داده تا اینجا روی این کنده 11%. اینو سیگنال ورود نداشتیم ازش. اینا فقط سیگنال خرید رو من دارم حساب میکنم دیگه، سیگنال فروش رو اگر بخوایم حساب بکنیم، مثلا اینجا هم یه سیگنال فروشی بهمون داده، ولی اونا رو دیگه حساب نمی کنیم، توی حسابمون نمیاریم. خب اینجا سیگنال ورود داشتیم تا اینجا 3.00 و بعدیش کجا بوده؟ دوباره بعدیش اینجا به ما ورود داده تا اینجا، اینجا ما ورود
ورود داده تا اینجا. چقدر شد؟ 4.86. خب دیگه اینجا سیگنالی رو نداشتیم ازش، تا اینجا یه سیگنال به همون داده، اینجا سیگنال به همون داده تا اینجا. 7% هم اینجا، این رو هم بردارم من. اینجا هم سیگنال داشتیم از اینجا تا اینجا. یه مقداری ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چرا مثلا نوک قله ما نفروختیم. خب استراتژی من اینجوری که توی نقطه مناسب خروج خروج میده. بعضی وقتا شاید لازم باشه که با یک سهمی با یک نمودار چیزی همراه بمونیم. این همیشه 1.2 و بعدی هم دوباره این پایین تر به اون سیگنال خرید داده تا سیگنال فروشش که بالاتره. من اینو پاک کنم اینجا تا دقیقا اینجا سیگنال همون داده که 1.9. و دیگه سیگنال خروج رو که بهمون داده بود دیگه صبر کرده. سیگنال ورود بعدی، سیگنال ورود بعدی اینجا به ما سیگنال ورود داده، اینجا به ما سیگنال ورود داده تا اینجا 1.16. دیگه سیگنال ورود بعدیش اینجاست، این پایین سر به زنگاه به اون سیگنال ورود داده تا این نقطه 4.62. سیگنال ورود بعدیمون اینجا بوده تا اینجا و ورود بعدیمون از اینجاست تا اینجا. بعدیش کجاست؟ بعدی یه دونه از اینجا به ما ورود داده تا اینجا یه سود جزئی رو بهمون داده، ولی سودش هم بالاخره 1.24 هم سود دیگه، درسته جزئیه ولی ما همه سودای بازار رو وقتی پای سیستم باشیم باید بگیریم که تا جایی که میتونیم بتونیم، تا جایی که امکان پذیر بتونیم سود رو بگیریم از بازار توی اون لحظه. خب بعدیش اینجا ورود به ما داده روی این کندل تا اینجا 1.5%. خب تا الان شدیم 67% سود، هنوزم 1 ماهمون تموم نشد، تازه 17. دوباره یه سیگنال ورود اینجا داشتیم تا اینجا، اینم میگیریم 1.78. سیگنال ورود بعدیمون از اینجاست تا اون بالا، یعنی سر پیچا سر جایی مناسب بهتون میگه که وارد بشید. اینم 6.09. خب اینجا یه ورود داشتیم که تا اینجا به همون سیگنال داده، 3.18. دیگه اینجا هم یه ورود داشتیم تا اینجا، یعنی هر جا که نمودار تغییری توی روندش رخ میده به همون سیگنال ورود میده، 1.33. بعدی از اینجا به ما، این یکی هم هست، از اینجا به ما سیگنال داده تا اینجا. این یه درصد خیلی جزئی بذارید من اینا رو هم پاک کنم. این 0.6%، ما اصلا اینو حساب نمی کنیم، فرض میکنیم که همش رو اصلا این رو نگرفتیم. بعدی اینجا به ما ورود داده تا اینجا 4.3. اینو که نمیتونستیم بگیریم چون تک کندلی رفته بالا نمیتونستیم بگیریم. و سیگنال ورود بعدیمون از این پایینه تا قیمت
4.7 هم این بود، 4.7 مجموعاً 89% سود به ما داده. بیت کوینی که در واقع رشد نسبتاً خوبی رو داشت، حالا رشدش خیلی شاید رشد بالایی نبوده. مثلا شما اگه تو همین کف میخواستید بخرید، بذارید من همون تاریخو بیارم، اصلا میخواستید بخرید بذارید باشه، اینجا بود دیگه. بله، از همینجا اگر که بخوایم بخریم و بذاریم تا اون بالا، من تایم فریممو یه دونه ببرم بالاتر و امیدوارم که لود بشه. بله، اگه از همین کف بخوایم بگیریم، از اینجا که ما دیگه بگیم وارد بشیم و تا اینجا هم بخوایم نگه داریم، تا اینجا که الان هست 59% میتونستیم بگیریم، ولی با استفاده از این روش معاملاتی 89%، 30% بیشتر داریم میگیریم. کدوم بانکیه که توی یک ماه بهتون اینقدر درصد سود بده؟ حالا اگرم که دوست داشتید، علاقمند بودید پوزیشن سل، یعنی اون فروشایی هم که داده، حتی قبلتر توی این کاهشا چقدر بیت کوین به من سود داده، اینا رو هم میتونیم اگر که علاقمند باشید بررسی بکنیم. این ویدیو رو درخواست شما عزیزان درست کردم که گفته بودید که چطور ما میتونیم سود بگیریم از بیت کوین. هر پرسشی که داشتید حتما بپرسید و اگر که دوست داشتید این روش رو تهیه بکنین، میتونین توی اینستاگرام دایرکت بدید، دوستان من راهنماییتون میکنن که چطور این روش رو تهیه بکنید. دوستتون دارم، ان شاءالله همیشه پرسود و پربرکت باشید. خدا نگهدار.